بیستمین روز شهریور ماه برابر با 11 سپتامبر سال 1325 خورشیدی برابر با 1946 میلادی، آغاز به کار نخستین تلفن همراه. دو مهندس روس به نام شاپیرو و زاهاروچنکو موفق شدند تلفن رادیویی بسازند که می توانست از فاصله 20 کیلومتری به شبکه محلی تلفن متصل شود. این وسیله اولین بار توسط شرکت آمریکایی موتورولا حدود 27 سال بعد با وزنی نزدیک به 1 کیلوگرم تولید شد. موبایل نسل‌های گوناگونی دارد و توسط شرکت‌های سازنده گوناگونی تولید می‌شود و به فروش می‌رسد. برخی از شرکت‌های بزرگ تولید کننده گوشی همراه در دنیا شامل نوکیا، سامسونگ الکترونیکس، ال جی الکترونیکس، موتورولا، سونی اریکسون، اپل و اچ تی سی هستند. در تلفن‌های همراه به صورت معمول یک مجموعه نرم افزار یا سیستم عامل برای کنترل سخت افزار به کار می‌رود و برنامه‌های جانبی توسط سیستم عامل اجرا می‌شوند. از سیستم عامل‌های معروف برای تلفن همراه می‌توان به سیستم عامل اندروید و سیمبیان اشاره کرد. سال 1327 خورشیدی برابر با 1948 میلادی، در گذشت محمد علی جناح، بانی استقلال پاکستان و قائد اعظم این کشور که در کراچی به دنیا آمد و پس از طی تحصیلاتش به وکالت دادگستری مشغول گردید و کمی بعد به دبیر کلی یک تشکیلات اسلامی منصوب شد که این تشکیلات مقدمه برپایی کنگره اتحاد ملی هند بود. جناح چندی بعد از آن به ریاست دیوان قانون اساسی حکومت انگلستان و هند منصوب گردید. وی در مبارزات آزادی خواهان مردم هند با مهاتما گاندی رهبر نهضت آزادی هند همکاری می‌کرد، ولی برخلاف مبارزه منفی گاندی، جناح معتقد به درگیری عملی بود. گاندی و جناح تا سال 1940 میلادی در مبارزاتشان وحدت نظر داشتند، اما از این تاریخ به بعد علائم جدایی و اختلاف نظر بین آنها آشکار شد و محمد علی جناح نغمه تشکیل یک کشور مستقل در بخش مسلمان نشین شبه قاره هند را ساز کرد. گاندی و جواهرلال نهرو خواهان تشکیل یک کشور واحد و غیر مذهبی و لایق در هندوستان بودند، ولی جناح در مورد ایجاد یک کشور اسلامی اصرار می‌ورزید و در راه به وجود آمدن کشور پاکستان تلاش‌های زیادی کرد و سرانجام هم توانست این امر را تحقق بخشد. سال 1380 خورشیدی برابر با 2001 میلادی، حمله به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع در واشنگتن. پس از ربوده شدن چند هواپیما از فرودگاه‌های نیویورک، بوستون و واشنگتن، در ابتدا یکی از هواپیماها به همراه سرنشینان آن به برج 110 طبقه‌ای تجارت جهانی برخورد کرده و دقایقی بعد برج دیگر این مجموعه نیز با حمله مشابهی مواجه شد. همچنین هواپیمای دیگر به ساختمان وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، برخورد نمود. این حادثه منجر به فرو ریختن کامل ساختمان‌های تجارت جهانی و ویرانی مقداری از وزارت دفاع آمریکا گردید. در این مجموع عملیات تمامی مسافران هواپیما، هواپیما روبایان و هزاران نفر از کارمندان برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی و ساختمان‌های اطراف آن کشته شدند.